شوق. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عبدالله ابن عمر خداوند از آنها راضی بود روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روزه و قرآن روز قیامت برای بنده شفاعت کننده هستند. روزه می گوید ای پروردگار، من روزانه او را از طعام و شهوت منع نمودم، پس مرا برایش شفاعت کننده گردان. قرآن نیز می گوید ای پروردگار، من او را از خواب شب منع نمودم، پس مرا برای او شفاعت کننده بگردان. همین گونه روزه و قرآن برایش شفاعت می کنند. روایت احمد، طبرانی، حاکم و بیهقی. علما در شرح این حدیث می گویند روز قیامت روزه ماه رمضان و قرآن کریم برای شخص روزدار و شخص قرآن خوان شفاعت کننده می شوند و خداوند شفاعت آنها را قبول نموده بنده اش را می بخشد. این حدیث نبوی دلالت به فضیلت روزه ماه رمضان و تلاوت قرآن کریم می نماید. پس خوش به حال آن شخصی که این دو در روز قیامت شفاعت کننده او می شوند. برادر و خواهر ایمانیم، صحنه روز قیامت را به یاد آر. چی روز مشکلی است؟ روزی است که پدر از پسر و مادر از دختر می گریزد، لیکن در این روز روزه و قرآن آمده به صاحبش شفاعت می کند. پس خوش به حالت ای برادر که روزه ای ماه شریف رمضان را می داری و در این ماه تلاوت قرآن را بسیارتر می کنی. و در آخر به آن برادران و خواهرانی که قرآن خوان نیستند و آموختن هم نمی خواهند خواستم این را بگویم. ببینید شما در روز قیامت چی نعمتی را از دست می دهید. یعنی شفاعت قرآن را شما از دست می دهید. پس امروز روزی است که فکر بکنید و خواندن قرآن را آموزید. آموختن قرآن کاری مشکل نیست. امروز انسان ها یک چند زبان ها را می آموزند. آموختن کتاب خداوند، خواندن کتاب خداوند هیچ مشکلی نیست. فقط از نیت و حرکت شما وابسته است. اگر امروز بعد از شنیدن این نوار نیت بکنی و حرکت کنی، انشاءالله خداوند بر تو این کار را آسان می گرداند. پس با داشتن روزه رمضان و خواندن قرآن کریم شفاعت کننده برای خود در روز قیامت را آماده کنیم. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیشه گرفتند.